Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve ba'du. Brotherun ve amşirahü muhterem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnek dersi sevumi fıkhi miras که در پانزده های هشتم حقوق تدریس می گردد خدمتتان پیشکش می شود. اگر باید داشته باشید ما در درس گذشته دو حالت از احوال مناسخه را خوانده بودیم. دو حالت از احوال مناسخه، حالت اولی گفتیم که ورثه های متوفاهای بعدی عین ورثه متوفای اولی بوده باشد، وارثان متوفای دومی عین وارثان متوفای اولی بوده باشد. یک دومی که نوعیت میراثشون تغییر نخورده باشد، یعنی میراثشون یکسان بوده باشد. و مثال را هم ذکر کردیم. نوعیت میراث چی معنی؟ مثلا همه عصب هستند یا همه مثلا اکسیم زویل فروز است مثلا، و اون وقت قدم میشه خو حالات خاص داره. حالت دومی بود که گفتیم وارثان هر متوفا از متوفای دیگر میراث نمیبرند، یعنی معنیشی که بعد از متوفای اولی ما دیگر متوفا داریم. بعد از متوفا اولی شما فکر کنید که متوفا اولی مرد، از اون مانده دو پسر، سپس پسر اول مرد مانده از اون دو پسر، بعد پسر دوم مرد مانده از اون سه پسر. حالا شما میبینید که پسرهای پسر اولی متوفا خود مرد اصلا اون نیست اینجا، این دو ورثه اصلا، این دو که ذکر شده. حالا شما میبینید که ورثه یعنی متوفای دومی، این دوم است به اصطلاح ترتیب مرگش، ورثه متوفای دومی از ورثه متوفای سومی میراث نمیبره، ورثه متوفای سومی از ورثه متوفای چیز دومی میراث نمیبره. در این حالت چی گفتیم؟ مسئله هر کدامش جدا جور میکنیم، سپس بین مسائلشون ملاحظه بکنیم، یعنی یه ببینید که بین مسائل از اینا چیست؟ تباین است. فهمیده شد؟ یکی را در دیگری چی میکنین؟ ضرب میزنین. چی میشه؟ حاصله ضرب اصل مسئله اولی میکنین، جامعه مسائل پیدا میشه. دوست جامعه مسئول که پیدا شد، سپس اینمی حاصل ضربه. یک دفعه تقسیم از این میکنیم، تقسیم دو میکنیم سه میشه، تقسیم سه میکنیم دو میشه. و چه خاطر؟ به خاطر که سهام از اینا رو با ضرب ازی کرده برای ورثه میدیم، سهام از اینا رو ضرب این ای چیز این صورت میگن، یا ضرب اینمی جز مسئله میگن، ضرب ازی نموده برایشون میدیم. این بود حالت دومی. میایم در حالت سومی. حالت سومی کم تر مشکل است، یک کمی بیدار باشین. حالت سومی، این حالت جز از دو حالت قبلی است. یعنی در حالت اول خوبی بود که ورثه متوفای دوم بالکل عین ورثه متوفای سوم، در حالت دومی بود که ورثه هر متوفا از متوفای دیگر میراث نمیبرد. حالت سوم نیست که اینطور نیست، یعنی فکر کنید که ورثه یک متوفا دیگه متوفا میراث میبره، یا ای که جمع میکنه بین میراث از یک متوفا و از متوفای دیگه. و میشد غیر از اون دو حالت هر صورتی که در ذهنتون بیاید میشه که در این حالت داخل شود. و میشد یعنی به اصطلاح حالت اولی شد که ورثه چیست که گفتیم که ورثه متوفای بعدی عین ورثه متوفای قبلیت.
حالا اگر عینش هم باشه لکن تغییر میبرن مثلا در میراثشون. فهمیده شد که کسی دیگر امراشون میراث میبره یا این که با اصطلاح اینطور یک حالت تغییر میخوره. و یا این که از اردون متوفا میراث میبرن ایالت ها میبرن. در این صورت چی میکنیم؟ مثلا متوفای اولی ترتیب و در صورت ضرورت تصحیح می شود. فهمیده شد؟ یعنی مسئله متوفا اولی را اول جور می کنیم، اگر با تصحیح ضرورت داشت تصحیح می کنیم، سپس مسئله متوفای دومی تصحیح می شود، بعد از آن بین سهم متوفای دومی که از مسئله اولی به دست آورده و بین اصل مسئله وارثانش ملاحظه میکنیم که سهم وی بر اصل مسئله وارثانش قابل تقسیم است یا خیر. در صورت امکان تقسیم اصل هر دو مسئله همان اصل اولی بوده، ضرورت به عملیه دیگری نمی افتد، چنان که در حل مثال زیر دیده می شود. شما ببینید کسی مرده، یک شخص مرده، من دادو یک خانم، یک دختر است. فهمیده شد؟ این دختر که است از غیر خانم است، از خانم نیست دختر. فهمیدین؟ از غیر خانم، از غیر نوشته کردم استاد، از غیر خانم، بخاطر از غیر که حالا باز میبینی. شما ببینین این دختر که وفات میکنه، این خانم اگر این دختر از خانم باشه، خانم مادرش بشه. خانم این چی است؟ خانم شوهر متوفای اول. این خانم چه بشه؟ مادرش بشه. لیکن در اینجا به این میراث داده نشده، معنیش که دختر از این نیست، از دیگه خانم مردکه بوده، یک کاکا داره. خانمش ها سمیتیم به خاطر که دختر داره، دختر نصف کاکا عصبه. کاکا چی میشه؟ عصبه. مسئله چند جور میشه ازش؟ 8 تقسیم 8 1 ضرب 1 1 8 تقسیم 2 4 ضرب 1 4 4 1 5. ازش که 5 رفت چند نمیره؟ 3 نمیره برای کاکا. خلاص شد این مسئله، خلاص این مسئله که خلاص شد. سپس یعنی دختر مرده قبل از اینکه میراث از پدرش گرفته باشه، و این دختر مانده، یک شوهر مانده و یک پسر مانده. شوهر چقدر میبره؟ 1/4 میبره. و پسرش عصب است. ما این مسئله از اینا رو جور میکنیم، مسئله از اینا ما چند میشه؟ 4 میشه. اینا 4، 1 زوج گرفت، شوهر گرفت، 3 را پسر گرفت. حالا سوال ایست که گفتیم در دست دختر چند است؟ در دست دختری که متوفا وفات یافته 4 است. مسئله وارثانش چند است؟ 4 است. خلاص این 4 بالای 4 چی میشه؟ تقسیم میشه. 4 تقسیم 4 چند؟ 1. 1 اینجا نوشته میکنه. وقتی که مال در دست داشتگی یا سهام در دست داشتگی متوفای به اصطلاح دومی بر مسئله وارثانش تقسیم شود، ما ضرورت به دیگر جامع مسائل نداریم. همان اصل اولی جامع مسائل است. اصل اولی ما 8 دیدم، 8 اینجا میاریم، این همی جامع مسائل است. خلاص. چرا؟ این 4 سرزی تقسیم شد، دیگه ضرورت به تکلیف نیست. 8 که اینجا آوردیم، آنی جامع مسائل است دیگه. جامع مسائل پس سری چیست؟ سر 8 تقسیم میکنیم. فهمیده شد؟
شام میشه یک میشه یک یک اینجا نوشته کردیم اینال استحام به این ضرب داده میتیم یک 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 چار چار چون این دختر خود مرده این را خود مرده چی رو میگه اینو ورسش میبره این در جمع مرده بیز اینجا نیستی کاکا یک سه سه فهمیده شد این خود کاکای پدری که هست پدر دختر است. در صورتی که دختر پسر داشته باشه این دختر پسر داره این کاکا از این چیز از این میراث نمیبره کاکا چی رو میکنه؟ از این میراث نمیبره فهمیده شد از این میراث نمیبره از این دختر میراث نمیبره میبینیم اینال باز یک 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 سه 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 یک چار چار سه هفت هفت یک هشت اینه برابر شد سهیش توده مجرد دو توده هم گفتیم اصل مسئله اولی نه که بایم برم که بازم ببینید اصل مسئله اولی چند است؟ هشت بوده و سام دختر چار و اصل مسئله وارثانش نه چار می باشد این مسئله وارثان دختر اینه ایست بدان چار بر چار قابل تقسیم بودن و هر دو مسئله زمان اصل اولی تصحیح گردیده است اصل اولی اینه ایست این جامعه مسئله این مسئله و این مسئله هر دو شده نه اصل اولی چی شده؟ تصحیح گردیده در صورتی که سهم متوفای دومی بر اصل مسئله وارثانش قابل تقسیم نباشد بین آنها یا نسبت توافق وجود دارد و یا نسبت تباین در صورتی که چی؟ سهم متوفای دومی بر اصل مسئله وارثانش قابل تقسیم نباشد بین آنها بین ابو سهم و بین سهم و بین مسئله وارثان یا نسبت توافق وجود دارد و یا نسبت تباین صورت توافق در صورتی که بین سهم متوفای دومی و اصل مسئله وارثانش توافق باشد وفق مسئله دومی را در اصل مسئله اولی ضرب زده جامعه مسئله را به دست می آوریم سپس سهام مسئله اولی را در آن وفق ضرب زده و سهام مسئله دومی را در وفق سهم متوفای دومی ضرب زده برای وارثانش می دهیم چون که در حل مثال زیر مشاهده می شود شما ببینید خانم است دختر است و برادر برادر که است برادر متوفا است ببینید شد خانم یکی بر هشت دختر یکی بر دو ببینید شد برادر عصبه مراده چیست؟ عصبه هست حالا چی میکنیم؟ مسئله از اینا خلاص شد میایم سپس این دختر وفات میکنه این خانم از این دختر این مادرش هستی اینجا چی میبینیم؟ این دختر چی شد؟ مادرش هست این مادرش هست خلاصی رو نوشته کنیم این برادری پادرش میشه کاکاش میشه یک شوهر داره و یک دختر داره ای شوهر یک دختر است و ای دختر دختر است مسئله از اینا را میبینیم که مادر یکی بر شش و کاکا عصبه و شوهر یکی بر چهار و دختر یکی بر دو مسئله از اینا چند جور میشه؟ میبینیم وقتی که با روما داشته باشیم به امرای از این دیگه سوستی اینا مسئله دوازده میشه یه طور بگو دو و چهار چیه دارن؟ تداخل دارن چهار میگه بین چهار و بین شش توافق است یه همسر دو تقسیم میشه یه همسر دو تقسیم میشه وفق چهار که دو است میگیریم ضرب چی بکنیم؟ ضرب شش بکنیم دوازده میشه دوازده اصل مسئله شون شد دوازده حالا اینجا متوجه باشین دوازده تقسیم چند؟ شش دو ضرب یک دو دوازده تقسیم چهار سه ضرب یک سه دوازده تقسیم دو شش ضرب یک شش شش و سه نو
نو دو یازده چند من بکا که یک من چرا که که اصابت یک خواه. حالا ببینید این دختر چهار سنده دستش مسئله وارثانش دوازده چهار بالای دوازده چی نمیشه تقسیم نمیشه چهار بالای چی نمیشه دوازده تقسیم نمیشه خواه چهار بالای چهار تقسیم میشه دوازده بالای چهار تقسیم میشه بله دوازده که بالای چهار تقسیم میشه دوازده رو تقسیم چهار میکنیم چند میشه سه سه را اینجا نوشته کردیم سه را ضرب هشت میکنیم چند میشه بیست و چهار بیست و چهار ای جامعه مسائل شد جامعه مسائل خب چهار تقسیم چند میشه تقسیم چهار چند میشه یک یک اینجا نوشته دوازده تقسیم چهار سه سه را اینجا نوشته کنیم چهار تقسیم چهار یک یک اینجا نوشته میکنیم چرا سه هام اینا را ضرب یک را برشون میدیم و سه هام از اینا را ضرب یک را برشون میدیم حالا ببینیم یک سه سه مادر از شوهر خود خانم از شوهر خود چهار گرفت سه گرفت سه اینجا خب ما پنج نوشته کنیم دو رو ضرب دی بکنیم یک دو 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 سه چند میشه؟ پنج میشه خلاص پنج دو سهم از دختر خود گرفت از حساب مال دختر خود سه سهم از حساب شوهر خود گرفت پنج سهم شد این دختر خود وفات کرده نیست نیست خب برادر سه سه نو یک 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 و نو ده شوهر یک سه سه دختر یک شش 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 و سه نو نو و ده نوزده نوزده و پنج بیست و چهار اینه خلاصه ایش تازه اصل مسئله اولی هشت بوده و سهم دختر چهار و اصل مسئله وارثانش که مسئله دومی است دوازده می باشه بین چهار و دوازده توافق است بینن وفق دوازده سه را ضرب هشت نموده جامعه مسائل بیست و چهار با دست آمد سپس سهام متوفا اولی را در سه و سهام متوفا دومی را در وفق چهار که یک است ضرب زده به اصحابش تسلیم نموده صورت تباین نمیفهم که صورت تباین را گرفتن میتونیم نمیتونیم ویدیویم خیلی کمه که بگیریم خب باز اگر نشد باز تکمیلش در ویدیوی بعد صورت تباین ما خب گفتیم که مال یا سهام در دست داشته متوفای دومی اگر بر ورثش تقسیم میشد اصل اولی همان اصل است چنانچه که در مسئله اگر تقسیم نمیشود یا توافقش یا تباین صورت توافقش گرفتیم میان در صورت تباین در صورتی که بین سهم متوفای دومی و اصل مسئله وارثانش تباین باشد اصل مسئله دومی را در اصل مسئله اولی ضرب زده جامعه مسائل را به دست می آوریم سپس سهام مسئله اولی را در اصل مسئله دومی و سهام مسئله دومی را در سهم متوفای دومی ضرب زده برای مستحقانش میریم چنان که در مثال زیر ملاحظه میشود کسی وفات یافته من در دوی یک خانم یک پسر یک دختر خانم یکی برشت میبرد پسر و دختر چستن عصب است صحیح شد مسئله شما چند بشه از هشت بشه هشت تقسیم هشت یک
هفت من برای پسر و دختر. هفت بالای سه تقسیم نمیشه، پسر دو سم میگیره، دختر یک سم. هفت بالای سه چی نمیشه؟ تقسیم نمیشه. بینان سه را، سه را ضرب هشت میکنیم چند شد؟ 24. یک ضرب سه، سه. هفت ضرب سه چند میشه؟ هفت سه 21. 21 تقسیم سه چند میشه؟ هفت. هفت دختر گرفت، ضرب دو 14 پسر گرفت. مسئله زنا با 24 تصحیح شد، تصحیح شد مسئله شد، واسه حالشان هم داده شد. خلا سپس که وفاد یافته، پسر وفاد یافته، پسر پسر وفاد یافته، از این پسر که مونده؟ یک مادر مونده و یک خواهر مونده. دختر چی میشه؟ خواهرش میشه. را دیده شد مسئله زنا را جور میکنیم. مسئله زنا، مادر چند میگیره؟ یکی بر سه، یعنی اینجا یکی بر سه. خواهر چند میگیره؟ یکی بر دو. مسئله شما چند جور میشه؟ از شش جور میشه، از شش جور میشه. نه مسئله شما چرا؟ دو سه شش، شش که تقسیم سه کنه، دو ضرب یک دو، شش تقسیم دو، سه ضرب یک سه. مسئله از اینا ردی شد، دو سه چند میشه؟ پنج میشه. این رد شد با پنج، با پنج رد شد. پس حالا این چهارده بالای پنج تقسیم میشه؟ نمیشه. چهارده بالای پنج، چهارده بالای پنج چی نمیشه؟ تقسیم نمیشه. چهارده که بالای پنج تقسیم نمیشه، ما چی میگیم؟ همه پنج ضرب اصلی مثلا میکنیم، ضرب 24. پنج ضرب 24 کردیم، پنج چهار 20، دو دو پنج ده، دوازده 120 شد، 120 شد. خب با که پنج ضرب 4 کردیم، مکمل 14 اینجا نوشتم میکنیم. آمده؟ مکمل 14 اینجا نوشتم. حالا سهامی از اینا را ضرب پنج کرده برایشان میدهیم و سهامی از اینا را ضرب چهارده کرده برایشان میدهیم. ببینیم سه پنج پونزده، سه پنج پونزده، دو چهارده بیست و هشت، جمع کن چهل و سه. پسر وفاد یافتگیست خون نیست. این دختر پنج هفت سی و پنج، سه چهارده چهل و دو، سه چهار دوازده یک، یک سه سه چهار چهل و دو، سی و پنج و چهل و دو چند شد؟ هفتاد هفت. هفتاد هفت و چهل و سه رو جمع کن، هفت و سه چند میشه؟ ده. یک هفت و چهار یازده، یک و دو یازده، دوازده این یک سلو بیشه. صحیح شد به شکل. توضیح، اصل مسئله اولی هشت بوده و به 24 تصحیح شد، شده است، شده. و اصل مسئله دومی شش بوده و به پنج رد شد، چون بین سهم پسر 14 و بین مسئله ورسانش پنج تباین بود. پنج را ضرب 24 نموده، جامعه مسئله را به دست آورده. بعد از آن سهام متوفای اولی رو در پنج و سهام متوفای دومی رو در چهارده ضرب داده، حق هر یک را روشن ساخته. ما میقدر اکتفا میکنیم، ویدیو طولانی نشود. متبقی را باید در ویدیوی بعدی انشاءالله خدمتتان پیشکش میکنیم. الله موفق.